سی شارپ یک زبان سطح بالای شیگری مبتنی بر دات نت تعریف شد. اما دات نت چیه؟ دات نت یا دات نت فریم ورک یک چارچوب رایگان چند سکویی و متن باز تولید شده توسط مایکروسافت برای ایجاد و اجرا انواع مختلفی از نرم افزارها است. حالا تو این تعریف چند تا عنصر اصلی وجود داره، مثل چارچوب، چند سکویی، متن باز بودن و انواع مختلف از نرم افزارها. ما اینا رو بررسی میکنیم یکی یکی. چارچوب چیه؟ چارچوب مجموعی از ساختارهای برنامه‌نویسی مثل کد و ابزار مختلفی که توسط شرکت‌ها یا برنامه‌نویس‌های دیگه با هدف راحت‌تر و سریع‌تر کردن برنامه‌نویسی برای توسط برنامه‌نویسان ایجاد شده. یعنی با استفاده از چارچوبایی که وجود داره ما می‌تونیم هم سریع‌تر کد بنویسیم، هم راحت‌تر کد بنویسیم. یعنی یک کارو دوباره انجام ندیم، چرخو از نو اختراع نکنیم. واسه همین کار ما میایم از فریم‌ورک‌ها یا چارچوب‌های مختلفی که آماده هستن و در اختیار ما قرار داده شدن استفاده میکنیم. واسه زبان سی شارپ مهمترین چارچوب همین چارچوب دات نت فریم ورک هستش. حالا ما جلوتر با مبحث کلاس ها و شیگرهای بیشتر آشنا میشیم. تا جایی که من یادم دات نت فریم ورک شامل حدود یه چیز حدود 170 هزار کلاس و تابع مختلفه که ما میتونیم با استفاده از اونا خیلی راحت‌تر، خیلی بهتر و خیلی افیشنت‌تر کد نویسی کنیم. چند سکوی بودن دات نت به معنی قابلیت اجرای برنامه‌های نوشته شده به زبان به زبان‌های مبتنی بر دات نت در سیستم عامل‌ها یا پلتفرم‌های مختلفی هستند. بعضی وقت‌ها حالا یه زبانی هست شما باشه نرم افزار تولید می‌کنید، این نرم افزار صرفاً قابلیت اجرای سیستم عامل خاصی داره یا صرفاً قابلیت اجرای روی پلتفرم خاصی داره. اما خوشبختانه دات نت یک فریم ورک چند سکویی هست و برنامه‌هایی که با استفاده از زبان‌های مبتنی بر دات نت نوشته میشن قابلیت اجرا در سیستم عامل مختلف مثل ویندوز، لینوکس و غیره رو دارن. متن باز بودن دات نت به معنی قابلیت بازبینی، ویرایش و توسعه کدهای منبع این فریم ورک هستش. اوپن سورس بودن یک ویژگی مهم واسه میزان قدرت هر کامپوننت برنامه‌نویسی هستش، زیرا بقیه برنامه‌نویس‌ها، بقیه اعضای کامیونیتی میتونن تو این کار دخیل بشن و با کار رو برطرف کنن و اونو ارتقا بدن. و دات نت هم از این قضیه مستثنا نیست. دات نت اوپن سورس و قابلیت ویرایش و توسعه کدهای اون وجود داره. آخرین جزئی که تو این تعریف اصلی دات نت وجود داشت انواع مختلف از نرم افزارها. ببینید دات نت یک زیر ساخته، یک چارچوبه و مبتنی بر اون یک سری زبان‌های دات نتی وجود داره که مهمترینشون سی شارپه. زبان‌های دیگه مثل ویژوال بیسیک و غیره هم وجود دارن، اما راحت‌ترین و قدرتمندترین زبان سی شارپه. حالا با استفاده از سی شارپ ما یه برنامه رو بنویسیم، یعنی اصلا چه نوع برنامه‌ای میشه نوشت؟ انواع مختلفی از نرم افزارها رو میشه با استفاده از سی شارپ نوشت. مثلا هر کدوم از اینا یک سری کتابخونه داخل دات نت وجود دارن که هر کدوم از اینا رو ساپورت میکنن. یه بخشی از دات نت وجود داره مثلا ASP.NET که با استفاده از اون، با استفاده از کتابخونه های ASP.NET و زبان سی شارپ ما میتونیم برنامه های تحت وب بنویسیم، وب اپلیکیشن بنویسیم. با استفاده از تکنولوژی زامارین میتونیم برنامه های موبایل بنویسیم، برنامه که قابل اجرا شدن رو پلتفرم های مختلف موبایل هستن. با استفاده از تکنولوژی های ویندوز فون و WPF میتونیم برنامه های گرافیکی خیلی قوی مبتنی بر دسکتاپ بنویسیم. با استفاده از تکنولوژی یونیتی میتونیم گیم بنویسیم، بازی بنویسیم. میتونیم یک سری سرویس ها رو بنویسیم که به صورت مداوم در حال اجرا شدن باشن و غیره.
کلی از این کارا میشه کرد با استفاده از لایبراری و کتابخونه مختلفی که تو دات نت واسه ما تعریف شدن. مهمترین وظیفه دات نت حالا از منظر برنامه نویسی اجرای برنامه های نوشته شده به زبان سی شارپ هستش، که حالا دات نت خودش به صورت پیش‌فرض تو سیستم عاملای ویندوز نصب شده. اما یعنی چی اجرای برنامه نوشته به زبان سی شارپ؟ ببینید تو دات نت، حالا ما یه ذره جلوتر خدمتتون عرض می‌کنیم، کامپایلر سی شارپ داخل دات نت قرار داره و یه برنامه که به زبان سی شارپ نوشته شده قبلش باید کامپایل بشه و بعد اون اجرا بشه. حالا ما اگه تو ویندوز شما به این آدرس برید، یعنی درایو سی فولدر ویندوز مایکروسافت دات نت فریم ورک، و اینجا ورژن مختلفی هستن، تو هر کدوم از ورژن ها شما یه فایل رو میبینید به اسم csc.exe. این فایل کامپایلر زبان سی شارپ هستش، یعنی ما میتونیم اصلا برنامه هامون رو داخل یک نوتپد بنویسیم و با استفاده از این ابزار اونا رو کامپایل کنیم و اجرا کنیم. ولی خب این یک کار طاقت فرساز و اصلا واسه برنامه خیلی خیلی ساده در حد چند خط کد شاید قابل عملی باشه، ولی واسه برنامه یه ذره بزرگتر بشه تقریبا این کار خیلی خیلی سخته. واسه همین ما اصلا میریم مبحث و ابزار محیط یک پارچه توسعه یا IDE رو تعریف کنیم واسه استفاده. خب اینجا حالا یه ذره جزئی تر نحوه کار دات نت رو بخوایم توضیح بدیم به این صورت هستش که حالا قبل اینکه بخوام نحوه کار و سازوکار دات نت رو توضیح بدم، سه تا ویژگی اصلی داره دات نت که واسه محبوبیت شده، که خود محبوبیت کلاس ها و کتابخونه‌هایی که داخل این فریم ورک تعریف شده. یکی یادگیری و استفاده راحت از کتابخونه ها و اجزای این فریم ورک است، و یکی کامیونیتی جامعه پشتیبانی بزرگی که تو این زمینه وجود داره. یعنی شما به هر مشکلی بخورید، به هر ارور، به هر خطایی بخورید، به سادگی با یه سرچ ساده میتونید سوالتون رو بپرسید یا از سوالی که قبلا پرسیده شده جوابی که مد نظرتون هست رو پیدا کنید و مشکلتون رو رفع کنید. خب حالا بیایم ببینیم اصلا یه برنامه‌ای که نوشته میشه از کجا شروع میشه نوشته میشه، بعد چه مرحله‌ای طی میشه تا این برنامه اجرا میشه، و نقش دات نت تو این وسط چیه. چون ما سی شارپ رو یک زبان برنامه‌نویسی مبتنی بر دات نت تعریف کردیم. خب هر پروژه مبتنی بر زبان سی شارپ شامل سه جزء اصلیه. یکی یک سری فایل های برنامه هستند که به زبان سی شارپ نوشته شدن، یک سری منابع یا ریسورس ها هستن که دو برنامه استفاده شدن، در نظر بگیم مثلا فایل باشه، مثلا عکس باشه، هر منبعی، هر ریسورسی که حالا مربوط برنامه همون هست، و یک سری ارجاعاتی که تو کدمون به کتابخونه های دات نت داریم. همونجوری گفتیم دات نت مجموعه‌ای از کتابخونه هاست که کار کدنویسی واسه ما راحت تر میکنه. اگه این کتابخونه ها رو ما استفاده نکنیم، باید بیام همون کارا رو، همون کتابخونه ها رو، همون اجزا رو خودمون از صفر بنویسیم و همون کارا رو واسه ما بکنم. خب اینجا در اختیار ما قرار داده شده که راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم استفاده کنیم، و خیلی 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 تو برنامه‌ها از این کتابخونه ها، از این اجزا، از این کلاس ها استفاده میشه. این ارجاعاتی که ما اینجا گفتیم ارجاعاتیه که و استفاده هایی که ما تو برنامه هامون، تو فایل سی شارپ، تو کدامون از این کتابخونه ها، از این کامپوننت ها و اجزایی که تو دات نت واسه ما در اختیار ما قرار داده شده استفاده میکنیم. خب این سه جزء اصلی، اجزای اصلی هر پروژه مبتنی بر سی شارپ هستن. چارچوب دات نت یک لایه بین پروژه‌ای که ما نوشتیم و سیستم عامل یا و بعدش سخت افزار. کاری که چارچوب دات نت واسه ما انجام میده، همونجوری گفتیم داخلش کامپایلر سی شارپ وجود داره، همون فایلی که دیدیم csc.exe. حالا این داخل ویژوال استودیو، همون محیط یک پارچه توسعه‌ای که ما استفاده می‌کنیم، هم به این کامپایلر دسترسی داره، و چون به دات نت دسترسی داره و از دات نت واسه کامپایل استفاده می‌کنه، و تو ویژوال استودیو هم حالا جلوتر می‌گیم واسه حالا همین کامپایل برنامه ما کامپایل میشه. خب ما یه پروژه ساختیم، از این اجزا تشکیل شده، با استفاده از کامپایلر زبان سی شارپ این
به یک زبان میانی تبدیل میشه. این زبان میانی اصطلاحاً IL یا Intermediate Language اسمش هست. تو مرحله بعد حالا این فایلی که تولید شده یک فایل اصطلاحاً فایل اسمبلیه. ما این فایل میانی که خروجی هر کدوم از هر نوع پروژه هست و با استفاده از کامپایلر سی شارپ تولید میشه یک فایل اسمبلی میگیم. خروجیش میتونه پسوندش .dll باشه یا .exe. اگه خروجیش قابل اجرا باشه خب پسوندش .exe هستش. حالا ما جلوتر مثلا یک پروژه از نوع کنسول اپلیکیشن رو تعریف میکنیم، خروجی این پروژه از نوع .exe هست چون مستقیما قابل اجرا. یه نوع پروژه هستن بهش میگیم پروژه کتابخونه، یعنی خودمون یه سری کتابخونه می‌نویسیم که حالا خودمون یا بقیه بعداً استفاده کنن. خروجی این نوع پروژه ها قابل اجرا نیستن، قابل استفاده از توسط پروژه های دیگر رو دارن. خروجی این نوع پروژه ها .dll هستش و حالا هر نوع پروژه باشه یکی از این دو نوع خروجی رو داره و ما به این نوع خروجی میگیم فایل اسمبلی که حالا بعد از کامپایل تولید میشه. یک جزء بسیار بسیار مهم یا مهمترین جزء چارچوب .NET CLR هستش یا یک جزئی هست، یک عنصری هست که مسئول اجرای برنامه های نوشته شده به زبان های .NET هست. این فایل میانی که بعد از کامپایل تولید میشه، حالا ما کامپایلر رو یکم مفصل تر تو بخش جلوتر توضیح میدیم. کامپایلر به صورت کلی زبان نوشته شده به سطح بالا رو وظیفه اینو داره که به زبان سطح پایین که توسط کامپیوتر قابل اجرا باشه تبدیل میکنه. ولی اینجا کامپایلری که تو دات نت هست اینو به یک زبان میانی تبدیل میکنه، یک زبانی که حالا گفتیم اصطلاحاً اسمش IL هست و این زبان میانی توسط یک کامپوننتی تو دات نت به اسم CLR به زبان ماشین یعنی هم زبان 0 و 1 ترجمه میشه و توسط جلوتر توسط به سیستم عامل داده میشه و توسط سخت افزار انجام میشه. حالا این CLR علاوه بر ترجمه پروژه‌های کامپایل شده به زبان میانی به زبان ماشین، وظیفه دیگه‌ای مثل مدیریت حافظه واسه بهین استفاده کردن از حافظه و یک سری کارهای دیگه هم میکنه که مهمترینش همین مدیریت حافظه هستش. این مستقل از زبان سیستم عامل هستش. یعنی چی؟ یعنی این ورودی که به CLR داده میشه یک فایلی به زبان IL. این فایل ممکنه قبلش به زبان C# نوشته شده باشه یا به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده باشه، به زبان F# نوشته شده باشه، هر کدوم از اینا. بعدش این به یک فایل IL تبدیل شده. اصلا واسه CLR اطلاع نداره. این اصلا پروژه از چه نوع پروژه وب موبایل دسکتاپ بازی چیه. این یه فایل به زبان IL رو گرفته و اینو وظیفه‌اش اینه که به زبان ماشین تبدیل کنه و توسط سیستم عامل اینو اجرا کنه. و اینی که گفته مستقل از سیستم عامل هستش هم همین بحثیه که گفتیم دات نت چون چند سکوی هست میشه واسه سکوهای مختلفی برنامه نوشت و اجرا کرد. خب واسه هر کدوم از اینا واسه CLR فرقی نمیکنه. باز هم برنامه‌ای که گرفته رو فایلی که گرفته رو به زبان ماشین تبدیل کرده و اون اجرا میکنه. حالا این CLR خودش با یک کامپوننت به اسم FCL یا فریمورک کلاس لایبرری که مجموعه کتابخونه های تعریف شده توی زبان دات نت هست ارتباط داره. تو قسمت اول ما گفتیم یه سری ارجاعات داریم تو فایل های سی شارپ رو به یک سری کتابخونه های دات نتی ارجاع میدیم و اینا رو تو برنامه استفاده میکنیم. این کتابخونه های دات نتی تو هم آدرسی که رفتیم به صورت پیش‌فرض تو سیستم عامل ویندوز به عنوان مثال قرار دارن و اینا رو ما هر بار به برنامه فایل فیزیکیشون اد نمی بعد بهشون ارجاع میده. حالا اینجا که CLR میخواد برنامه رو اجرا کنه چون میخواد مستقیما ازشون استفاده کنه، اینجا دیگه میره به صورت فیزیکی اونا دسترسی پیدا میکنه و اونا رو اجرا میکنه. اونا هم خروجیاشون فایلایی هستن که پسوندشون DLL هست، یعنی چون کتابخونه هست. خب در نهایت کد تبدیل شده به زبان ماشین به سیستم عامل داده میشه و توسط سیستم عامل اجرا میشه. خب اینجا
مشخص شد که چه نقش کلیدی و تعیین کننده ای داره چارچوب دات نت واسه ما. یعنی هم تو بحث تولید نرم افزار با استفاده از کتابخونه هایی که واسه در اختیار ما قرار میده کار نرم افزار و کد نویسی رو واسه ما راحت تر و سریع تر میکنه و هم تو اجرای برنامه هامون با استفاده از کامپوننت CLR برنامه های ما رو به زبان ماشین تبدیل کرده و اینا رو برای ما اجرا میکنه. و اینجا نقش دات نت به عنوان یک نقش اصلی و اساسی تو نوشتن برنامه با استفاده از زبان C# مشخص میشه. حالا ما به عنوان برنامه نویس حالا تو این مجموعه آموزشی C# مقدماتی در همین حد کافیه که از دات نت بدونیم. اینه که دات نت کلن کارش چیه، تو چه لایه قرار میگیره و چرا ما اصلا میگیم C# مبتنی بر دات نت. به این دلایلی که خدمتتون عرض کردیم. حالا اینجا شما وقتی که یک پروژه از نوع C# میخواید بسازید و زبانش رو تو ویژوال استادی که جلوتر خدمتتون عرض میکنید زبانش رو انتخاب میکنید، دو تا دراپ باکس داره، یکیش واسه پلتفرم، یکیش هم واسه پروژکت تایپ. تو پلتفرم اونجور که میبینید پلتفرم های اندروید، ایجر، لینوکس، مک او اس، ویندوز و غیره وجود دارن. همچنین تو پروژکت تایپ ها پروژه های از نوع موبایل، وب، لایبرری، تست، سرویس، بازی، دسکتاپ، ماشین لرنینگ و غیره وجود دارن. اینو من این اسلاید خواستم نشون بدم که همین بحث انواع مختلفی از نرم افزاری که خدمتتون توضیح دادم با استفاده از زبان C# که مبتنی بر دات نت هست تولید کرد و بهتر توضیح داده باشن. یعنی با استفاده از یادگیری زبان C# شما میتونید از واسه هر کدوم از اون سیستم عامل ها، پلتفرم ها، واسه هر کدوم از اون انواع پروژه هایی که تعریف شده تنها با بلد بودن یک زبان واسه هر کدوم از اونها برنامه و نرم افزار تولید کنید. یعنی یک زبان یاد میگیرید و انواع اقسام نرم افزار رو با استفاده از اون زبان بر حسب نیازها میتونید تولید کنید. حالا اینجا ما چارچوب دات نت رو توضیح دادیم. این چارچوب دات نت رو چرا اصلا توضیح دادیم؟ چون گفتیم زبان C# یک زبان مبتنی بر دات نت هست. دوست جلسه قبل همچنین گفتیم که واسه تولید برنامه C# ما نیاز به یک محیط یک پارچه توسعه داریم و اینجا هم یک کم دربارش توضیح دادیم که اصلا چرا محیط یک پارچه توسعه. دلیلش حالا تو بخش بعد میام توضیح میدیم که اصلا محیط یک پارچه توسعه چیه و چرا ما بهش نیاز داریم واسه تولید برنامه‌هامون.